ظهور گروهی تازه از مخالفان حکومت ایران، نسل جدید براندازان چقدر حرف تازه دارد؟ اوجگیری نبرد موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی در آوردگاه مجازی، شبکه‌های اجتماعی تا چه حد با نبض جامعه هماهنگند؟ و نگرانی از سرنوشت طاق کسری، نماد شکوه ایران باستان در عصر ساسانی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. میگویند خیزشی مردمی در ایران شعله ور شده که براندازی جمهوری اسلامی در صدر خواسته هایشان است. از اعتراض های گسترده دی ماه 96 تا به حال گروه های مخالفی سر برآوردند که شعارشان براندازی است. معتقدند نظام جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست و حتی اگر شده با کمک کشورهای خارجی باید آن را سرنگون کرد. البته هیچ کدام از این گروه ها تصویر روشنی از نحوه براندازی و فردای آن نمی‌دهند. از آن طرف مخالفان براندازی هم چیز خاصی در چنته ندارند که گروه خسته از جمهوری اسلامی را راضی کنند. وعده‌هایشان در این 14 دهه نه تنها اوضاع را بهتر نکرده، بلکه به استدلال برخی باعث شده شرایط آنچه باشد که امروز هست. کمر اقتصاد زیر بار بی‌مدیریتی و تحریم شکسته، معلم و درویش و فعال محیط زیستی زندانی است و فساد گسترده سفره انقلاب را سیاه کرده. سیاوش اردلان در گزارشش نگاهی کرده به جریان‌های برانداز. اعتراض‌های دی ماه 96. خط قرمزهای حکومت یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد. این اعتراض‌ها اگرچه به نتیجه نرسیدند، ولی ظاهراً مایه قوت قلب و تکاپوی بخشی از فعالان سیاسی شده که میگویند قصد دارند آتش به خرمن جمهوری اسلامی بیاندازند. از آمد نیوز و ری استارت گرفته تا سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی ایران و حالا گروهی نوظهور به اسم فرشگرد که میگویند با الهام از اعتراض‌های دی ماه و تحریم‌های آمریکا آمده‌اند تا بساط جمهوری اسلامی را برچینند. گام نخست اصلاح امور در ایران سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شد، گروه‌های برانداز جانی تازه گرفتند. آنها با حضوری پررنگ در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌های تصویری با نارضایتی آن قشری در ایران دامن زدند که نسبت به حکومت خشمی انباشته دارد و آماده انفجار است. نقطه قوت این گروه‌ها بهره‌گیری از این خشم انباشته است که سالها سرکوب، فساد و ناکارآمدی در حکومت ایران به وجود آورده و بسیاری را مستعد هر پیام طغیان‌گرانه‌ای کرده است. نقطه قوت دیگر بعضی از این گروه‌ها تحریم‌های آمریکا هم هست که پس از برجام باعث شده برخی سوء مدیریت‌ها و تناقض‌های حکومت ایران خود را بیش از پیش نشان دهد. تارگت من 7 میلیارد مردم جهانن. اما نقطه ضعف این گروه ها را بسیاری نداشتن یک شعار واحد جز براندازی می دانند و اینکه هر کس ساز خود را می زند. هر کسی هم که به کره زمین نمیاد، یعنی به دنیا نمیاد، شاید مخاطب ریستارت نباشه. در میان گروه های برانداز، سازمان مجاهدین خلق تشکیلات سازمانی یافته‌ای دارد. هم منابع مالی دارد برای نمایش زرق و برق های اینچنینی، هم فهرستی طولانی از دوستان و حامیان در سطوح بالای قدرت و تصمیم گیری در اروپا و آمریکا و عربستان و امارات. اگر تعداد دنبال کننده ها در شبکه‌های اجتماعی را هم به حساب بیاوریم، تشکیلات آمد نیوز قابل چشم‌پوشی نیست و خوراک خبری و حتی فکری دست کم 1.5 میلیون ایرانی را تأمین می‌کند. اینا قبل از هر انتخاباتی میرن تو سدای تهران آب و دعا و اینا می‌ریزن که اون میاد تو آب لوله کشی، تو چایی مردم، تو آب مردم، که اینا مثلا بر اساس اهداف خاص سیاسی خودشون مردم به اون کسی که میخوان رأی بدن. البته جایگاه و شأن شاهزاده رضا پهلوی بیش از همه گروه‌ها و چهره‌های مخالف حکومت برای افکار عمومی شناخته شده است. اولا کمال افتخار برای من هست و از این رو بسیاری از جمله طیفی از براندازان او را نقطه امید تغییر آرام و سالم حکومت ایران می‌بینند. ما به نقش کلیدی و محوری شاهزاده رضا پهلوی در اتصال همه بخش‌های جامعه ایران
و اتحاد مخالفان سکولار دموکرات جمهوری اسلامی باور داریم در شرایطی که هیچ ابزار علمی و دقیقی برای سنجیدن وزن سیاسی و پایگاه اجتماعی طرفداران و مخالفان جمهوری اسلامی و زیر مجموعه های آنها وجود ندارد، هر کس ادعایی دارد. ادعاهایی که نقطه مشترک همه آنها علاقه به سرنوشت وطن است. سیاوش اردلان، بی بی سی. یکی میگوید دموکراسی و جامعه مدنی با رضا پهلوی، دیگری میگوید آزادی و مدارا با مریم رجوی، یکی هم زیر عکس علی خامنه ای مینویسد که جانم فدای رهبر کاخ سفید را حسینیه میکنیم. خیلی ها میگویند بحث های داغ شبکه های اجتماعی بازتابی از فضای ملتهب سیاسی در ایران است، ولی واقعا اینطور است؟ اخیراً شبکه الجزیره و تلویزیون کانال 4 بریتانیا در گزارش‌های تحقیقی سازمان مجاهدین خلق را متهم کردند که برای حمله به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی به جعل حساب‌های کاربری متوسل شده، آن هم در مقیاسی عظیم. خود حکومت ایران هم از مدت‌ها قبل متهم بوده که با تشکیل لشکری سایبری به مخالفانش حمله می‌کند. اصولاً کاربران فضای مجازی را تا چه حد میتوان به مثابه نمونه آماری از جامعه دانست؟ آیا واقعاً نبض جامعه در فضای مجازی میتپد؟ جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. این روزها فضای مجازی به ویژه توییتر برای کاربران ایرانی به میدان جنگی میماند که تنها سلاح طرفین کلمه است. از انواع اقسام هشتگ‌ها تا رکیک‌ترین کلمات، دشنام‌ها و توهین‌ها. کاربرانی که در دنیای واقعی سیاست امکان رو در روی ندارند، میدان مجازی را برای قدرت نمایی پیدا کردند. در روزهای گذشته شبکه الجزیره در گزارشی با نام جعل کردن بحث در اینترنت گفته حدود 1000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه تیرانا در پایتخت آلبانی به صورت هماهنگ حساب‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی اداره می‌کنند با هدف مخدوش کردن وجهه حکومت ایران و نشان دادن ناخشنودی در میان مردم این کشور. سازمان مجاهدین خلق البته این موضوع را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به جک دورسی مدیرعامل توییتر این شرکت را متهم کرد که حساب‌های شهروندان عادی ایران از جمله مجری‌های تلویزیون و دانشجویان را به ظن شرکت در یک عملیات نفوذ بسته است. او همچنین گفت با این حال بادهایی که تغییر رژیم در ایران را تبلیغ می‌کنند به حال خود گذاشته شدند. اما منظور از بات چیست؟ ببینید بات‌ها یا ربات‌های اینترنتی نرم افزارهایی هستند که در واقع رفتار انسان‌ها رو شبیه‌سازی می‌کنن در فضای وب در پلتفرم‌های مختلف و به تولید محتوا، انتشار محتوا، جمع‌آوری اطلاعات و انواع و اقسام کارهایی که می‌تونن بکنن به صورت اتوماتیک و با در واقع در حجم بالا به این هدف استفاده میشه. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا هم در توییتی به گزارش شبکه 4 تلویزیون بریتانیا و الجزیره اشاره کرد و از توییتر خواست به خواسته وزیر خارجه ایران ترتیب اثر دهد. این خواسته چند هفته پس از آن مطرح می شود که شبکه‌های بزرگ اجتماعی از جمله توییتر از مسدود کردن صدها حساب کاربری ایرانی خبر داده بودند. حساب‌های بسته شد چند هفته پیش به خاطر محتوای مطالب بود و در واقع توییتر و فیسبوک به این دلیل یا به این در واقع اتهام که این حساب‌ها مطالب ناصحیحی رو منتشر می‌کنند، حساب رو بست. از طرفی بحثی که توی گزارش الجزیره هستش راجب محتوا خیلی نیستش، راجب در واقع همین الگوهای رفتاری این حساب ها هستش که میگه این حساب ها باطن و در واقع همدیگر رو حمایت میکنن. از دیماه پارسال هشتگ هایی مثل براندازم، ایران رژیم چنج، اعتراضات سراسری، ایران را پس میگیریم و دیگه تموم ماجرا هشتگ هایی هستند در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی که مدام در فضای توییتر نشر و بازنشر میشوند. گذشته از کاربرانی که در فضای سیاسی ایران مجالی برای اعتراض ندارند و در توییتر به جان هم میافتند، مسئولان و مقام‌های ایران و آمریکا هم با وجود آنکه در فضای واقعی با هم گفتگو نمی‌کنند، مدام در توییتر با منشن کردن یکدیگر برای هم خط و نشان می‌کشند، از وزرای خارجه تا رهبران سیاسی دو کشور. حکومت ایران توییتر را فیلتر و مخالفان را متهم به جنگ روانی در فضای مجازی می‌کند و تهدید به برخورد.
مخالفان بی اعتنا به تهدیدها، هر کدام هم با موافقان حکومت ایران هم با گروه‌های اپوزیسیونی که هم فکرشان نیستند در حال جنگ کلامی اند. گاهی هم توییتر حسابی را به دلیل خشونت کلامی مسدود می کند، ولی نه فیلتر شدن توییتر و نه مسدود شدن حسابها تأثیری در فضای مجازی ملتهب این روزها ندارد. مریم افشنگ، بی بی سی. اتاق تجارت افغانستان می گوید ناامنی و چشمنداز تیره و تار از آینده سیاسی این کشور باعث شده که بیشتر بازرگانهای افغان سرمایه‌شان را به خارج منتقل کنند. به گفته اتاق تجارت، نرخ بیکاری در 2 سال اخیر 70% افزایش یافته و سبب شده تا تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند افزایش پیدا کند. جزئیات بیشتر از نسرین نوا از کابل. هر سال با شروع لیگ برتر فوتبال افغانستان اینجا شادی موج می‌زد. از معدود دلخوشی‌های شهروندان پایتخت. در 6 سال گذشته بازی‌های لیگ برتر با کمک مالی بخش خصوصی و همکاری جامعه جهانی برگزار شده. اما امسال بیشتر بازرگانان از تمویل این برنامه پرطرفدار دست کشیدند. دیدن این میدان خالی در این فصل سال برای بسیاری ناامید کننده است. لیگ برتر 6 سال قراردادش با کمپانی روشن بود که 6 سال کمپانی قرارداد روشن به اختتام رسیدن و الکوزای خواست که سال هفتم اسپانسر شود. بنا به مشکلات زمانی وقت کوتاه بود، الکوزای هم نتونستن که لیگ اسپانسر شود و دولت حاضر شده که ریاست جمهوری تمویل کنه لیگ برتر، دور هفتم لیگ برتر فوتبال افغانستان. اما سیستم تدارکاتی دولت زمانگیر است. پس از سال 2012 بازار اقتصاد افغانستان شاهد نوسانات زیادی بوده. تنها بین سال 2013 و 2014 در هر روز 10 میلیون دلار از کشور خارج شده. اصلا سکتور خصوصی مسائل اتاق تجارت میگوید اگرچه دولت پروژه‌های بزرگی را به راه انداخته، اما ریشه ناامنی، فساد و نبود زیربنا آنقدر محکم است که نمیگذارد اقتصاد این کشور پا بگیرد. نبود یک استراتژی، یک برنامه جامع ملی برای رشد اقتصادی باعث ازی شد که باعث دلسردی جامع سکتور خصوصی افغانستان شود، به خصوص بعد از سال 2014 که امیدواری های نسبی پیدا شد، ولی امی مشکلات متاسفانه باز هم ادامه پیدا کرد. مشکلات که قبل نزو یادآوری کردم، به او اساس سکتور خصوصی افغانستان نتانست برنامه هایی که در داخل افغانستان در قبال سرمایه گذاری دیجا داشتن و ایجاد جای کار برای مردم داشتن، برنامه های خود تطبیق کرده نتانست. سقوط ارزش افغانی در مقابل دلار این روزها بسیاری را اینجا نگران کرده. قیمت‌ها رو به افزایش است و درآمدها رو به کاهش. در 10 سال گذشته ارزش افغانی در مقابل دلار به صورت تدریجی کاهش یافته. در 2 سال اخیر هم ارزش 1 دلار به 67 افغانی رسید. در همین چند روز گذشته هم ارزش دلار در مقابل افغانی تا مرز 78 هم رسید. این کاهش ارزش افغانی بر زندگی و قدرت خرید مردم تاثیر چشمگیر داشته، چون که اکثر اقلام و کالاها اینجا وارداتی هستند و با دلار محاسبه میشن. دفتر معاملات املاک در کابل. فروشنده زیاد اما خریدار کم. خرید و فروش املاک و مستغلات اگر کلن متوقف نشده باشد به ندرت صورت میگیرد. ناامنی و نگرانی از آینده سیاسی کشور اصلی ترین دلایل خوانده شده. حجم معاملات تجارتی به صورت کل، خرید فروش خانه، کرایه، گرو، تو گفتم میتونم در حدود 60% کاهش یافته نسبت به سال گذشته و روز پیشتر. سالانه در حدود 50-60 معامله داشتیم به شمول کرا، گرو و فروش. فعلا در همین سالا در حدود 5 یا 6 معامله اضافه تر نیست. کار به صورت عموم گم شده و منشه ازیام امنیت است. که امنیت نیست، کاروبار با کلی از بین رفته. تا
دولت وحدت ملی با وعده استخراج و بهره برداری از معادن بزرگ این کشور شروع به کار کرد. قرار است درآمد حاصل از استخراج معادن جایگزین بخش عمده کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی شود. اما به نظر می‌رسد که افغانستان همچنان به این کمک‌ها نیاز دارد. از مواردی که دولت افغانستان از آن به عنوان دستاورد یادآوری می‌کند، افزایش عواید گمرکات، گشایش دهلیزهای هوایی و ساخت سدهای بزرگ آب است. البته راه اندازی پروژه های بزرگ دیگر مثل تاپی هم در این فهرست است که هنوز به ثمر نرسیده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در یک دهه گذشته بیش از 30,000 غیر نظامی در جنگ افغانستان زخمی شدند. شدت جراحات برخی از زخمی ها به حدی است که در افغانستان قابل درمان نیست و تعلل در انتقال آنها به خارج از کشور در مواردی به مرگ و یا معلولیت دائم منجر می شود. زینب محمدی خبرنگار ما در کابل می گوید بسیاری از خانواده ها از پس هزینه مداوای زخمی هایشان چه در داخل و چه در خارج کشور بر نمی آیند. کوچه پس کوچه های فقیر نشین غرب کابل. اندک صدایی که حالا اهالی این خانه را به وحشت می اندازد. کابوس همیشگی پس از حادثه. سری به قربانیان انفجار آموزشگاه موعود زدم. دو زخمی از یک خانه. روز کورس بودیم داخل سنف بودیم که یک دفعه میتو که صدا کرد دیگه اون سنف ما چی شد دیگه پر دود شد دیگه من چی که بر اومدم از سنف اومدم بیرون اومدم و گفتم خانه بیم یک دفعه ششت من میتو یکم میتو خوبتر شدم بعد از او فکر کردم کم شدیم در کورس استوال خاضی یادم رفته بود. خواهر بزرگتر پرستار خواهر کوچکتر، هر دو پرده های گوششان پاره شده، اما خواهر کوچکتر زخم های بیشتری دارد، دردی در شانه و کمر که می هراسد باری همیشگی شود. دانوزم درد می کنه. در شبانه قدر خواب راحتم نداره، من میشه صدایش هست داده گوشایم با دیگه. بعد از اینکه خب درست جور شدم بازم میرم کورس میرم درس ما میخوانم دیگه. کلاسی که تازه به آن پیوسته بود تومه آتش انفجار شد با بیش از 50 کشته و 113 زخمی. حملاتی که هر روز بیشتر می شود و زندگی برخی نقطه پایان گذاشته و زندگی برخی دیگر را مختل می کند. درست چند روز پیش در نزدیک این ورزشگاه دو انفجار رخ داد. انفجارهایی که نزدیک به 30 کشته و بیشتر از 90 زخمی به جا گذاشت. آثار انفجارها هنوز هم به در و دیوار این محل دیده میشه. این خرابی ها به زودی ترمیم خواهند شد. اما کسایی در بین مجروح ها هستند که زخم هایی را دیدن که مجبورن تا آخر عمرشان تحملش کنند. وزارت بهداشت افغانستان میگوید برای مداوای زخمی های این رویدادها هر تلاش ممکنی را در داخل و خارج افغانستان انجام میدهند. یک مقدار پول، مواد خوراک. در مواردی هم که دست حکومت کوتاه می شود، مردم دست به کار می شوند. چهره های شناخته شده پیشگام، شماری هم با آنها هم صدا. بعضی کمک های دیگه که ضرورت از مدال آوران بازی های تکواندو برای افغانستان است. کارزارهایی را برای کمک به قربانیان جنگ در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته. استقبال از کمپین‌ها بسیار خوب بود. تمام مردم افغانستان در داخل و چی در خارج زندگی می‌کردند، همه‌شان از این کمپین‌ها استقبال کردند و هر آن چیزی که ما نیاز داشتیم دسترسی به ما تسلیم می‌کردند و ما دوباره به جایی که نیازمند بود و مردمی که مستحق بود به اونجا می‌رسانیم. تنها در 10 سال گذشته در افغانستان نزدیک به 50,000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. در 17 سال گذشته غیر نظامیان قربانیان بی سر و صدای جنگ افغانستان بوده. جنگی که چشمانداز پایان آن همچنان تیره و تار است. زینب محمدی، بی بی سی، کابل. تیسفون یکی از پایتخت‌های دوره ساسانیان و اشکانیان بوده.
طاق کسرا در این شهر یکی از نمونه های درخشان هنر و معماری ایرانی است که حالا چیز زیادی از آن باقی نمانده است. شنبه گذشته نشستی در موزه سکلر در شهر واشنگتن برگزار شد که ضمن برشمردن اهمیت تاریخی این شهر درباره تلاش ها برای حفظ و مرمت آن هم صحبت شد. سام فرزانه در گزارشی از این نشست میگوید که مشکلات متعدد باعث شده روند مرمت به گرد پای عوامل تخریب نرسد. طاق کسرا مهمترین بنای بجامانده از شاهان ساسانی در شهر تاریخی تیسفون در نزدیکی بغداد کنونی است. تیسفون و طاق کسرا نماد عظمت و شکوه ایران باستان هستش، به خصوص در دوره ساسانی. و تخت جمشید، کاخ شاهان هخامنشی که در نزدیکی شیراز است، بنای قدیمی تر و پابرجاتر. بعد یادمون باشه که تخت جمشید کاخی است پرشکوه و اصلا انکار نمیشه کرد. ولی بعد یادمون بمونه که ایرانی ها تا قرن 19 هم اصلا نمیدونستن شاهنشاهی هخامنشی وجود داشته که بخوان با این کاخ ارتباط تاریخی اونچنان داشته باشن. ولی در برای تیسفون و ایوان مدائن و اون ما یک ذهنیت تاریخی داریم که نزدیک 2000 ساله با ما هست و هیچ وقت از ما جدا نشده. به لحاظ معماری و باستانشناسی همراه با کلیسای ایاصوفیه مثالی است از اوج هنر معماری در اواخر دوره باستان. باقی ماندن آن بعد از قرنها و بلایایی که سرش آمده به معجزه میماند. این اثر بنای یادبودی از امپراتوری ساسانی است و در این حال نشانه است از رشد مهندسی و معماری در این دوره. طاق خشتی بزرگ این بنا که قرار بود نشانه ای از عظمت امپراتوری ساسانی باشد، نقطه اوج معماری این کاخ است. حالا از این کاخ جز نمای جنوبی آن چیز زیادی باقی نمانده. در نشستی درباره طاق کسرا در موزه فریر سکلر در شهر واشنگتن، یکی از کارشناسان این موزه از جنگ و درگیری‌های عراق به عنوان یکی از دلایل خرابتر شدن طاق کسرا نام برد. گفته میشه که در جریان جنگ اول خلیج فارس در دهه 90 ترک‌هایی در خشت‌های این بنا ایجاد شده و همینطور در جنگ دوم در سال 2003 خساراتی که بیشتر ترک بودن به بنا وارد شده. خانم هنسن میگوید دلیل عمده آسیب دیدن این بنای تاریخی تغییرات آب و هوایی است. بحران آب به همراه بحران اقتصادی عراق برای این سایت تاریخی به معنی اینه که تعمیرات و نگهداری لازم انجام نمیشه. به علاوه رشد جمعیت و مهاجرت و بیشتر شدن کشاورزی و کانال کشی آب منجر به افزایش فشار به این محوطه تاریخی شده. خانم هنسن با مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که از سال 2014 به این سو خانه‌سازی در اطراف شهر تاریخی تیسفون و کشاورزی در این منطقه افزایش یافته. اگر بخوام از تغییرات مثبت بگم، باید بگم که ممکن بود بدتر از این هم بشه. با توجه به حجم جابجا شدن آدم‌ها و میزان تغییرات آب و هوایی، ممکن بود جمعیت بیشتری حالا در اونجا باشن و اوضاع بدتر باشه. تیسفون و طاق کسرایش به نسبت محوطه‌های باستانی مشابه مثل قسطنطنیه رومی‌ها بخت کمتری برای شناخته شدن و محافظت داشته. تاریخدانان و باستانشناسان امیدوارند با آرام‌تر شدن وضعیت عراق، ایوان مدائن به جای عبرت آینه اتفاقات خوب شود. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. مراسم عاشورا به ویژه در کابل عمدتاً به شیوهی مشابه ایران برگزار می شود. اما پیروان مکتب تصوف در افغانستان که سنی هستند متفاوت از شیعیان از این روز تجلیل می کنند. خبرنگارمان علی حسینی به یکی از خانقاه های کابل رفته. حلقه صوفیانه در شب عاشورا. تجلیل از قیام نواسه پیامبر اسلام امام حسین در منطقه شهدای صالحین کابل.
حلقه وجه تفاوت اینها با دسته عزاداری شیعیان است. موضوع اما مشابه. عزای حسین. پس از هر چند دقیقه که نعت خوان اشعاری را به آرامی می‌خواند، اوج می‌گیرد و همزمان نوبت می‌رسد به حلقه که بگوید پیروان تصوف از مکاتب اسلامی در اینجا در هر مناسبتی حلقه ذکر ویژه دارند، از میلاد پیامبر اسلام گرفته تا شب عاشورا. از کار صوفیان می تواند متفاوت باشد، همانطور که حلقاتشان مختلف است، از قادریه گرفته تا نقشبندیه. خیلی طریقه قادریه است. ذکر اذکاری که در ایجا است یعنی به طریقه قادری شریف است. شما یک لحظه بعد اگر ببینین ایجا ذکر از آلت قادریه میتونه که بس ذکر به حلقه یعنی چیز بره، نقشبندیه بره، که در نقشبندیه اینطور جذبات و حرکات نیست، در اوج سکوت است. میگویند گاهی این ذکر گفتنها بیتابی می آورد و صوفی از خود بی خود می شود. ذکر نقطه اصلی حلقات صوفیه در چنین مراسم هایی است. تا ساعت دیگر چندین حلقه دیگر از خانقاه های مختلف شهر کابل به این جمع اضافه می شوند و برنامه ایشان تا نماز صبح ادامه دارند. شمار صوفیان در افغانستان مشخص نیست، اما گفته می شود در ولایت های کابل، بلخ، قندهار، هرات و غزنی خانقاه دارند و در مراسم مختلف دور پیر خود حلقه می زنند. می گویند روحشان تازه می شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه این خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.